چنین شورایی تأثیر گذار باشد، زیرا نمیخواهد نیروهای ملی هیچ نقشی در تصمیم گیری های مستقل سیاسی عراق داشته باشند. علاوه افسود رژیم ایران اشتباه میکند، چرا که به نظر من تأثیرات منفی دخالت آشکارش در امور عراق آن هم به این شکل به خود او باز خواهد گشت. عیاد اللهی در زمینه شرکت در روند سیاسی گفت همه گزینه‌ها روی میز است و ما بر توان شرکتمان در تصمیم گیری سیاسی و توزیع اختیارات تکیه می‌کنیم و اگر برای شورای ملی سیاست‌های استراتژیک اختیاراتی در نظر گرفته نشود و تصمیماتش الزام‌آور نباشد، من در دولت و روند سیاسی شرکت نخواهم کرد و طبق برآورد من لیست العراقیه نیز شرکت نخواهد کرد. العراقیه اعلام کرد قبل از رأی‌گیری در مورد قانون شورای ملی سیاست‌های استراتژیک کاندیداهایش را برای مناصب وزارتخانه‌ها در دولت آینده معرفی نمی‌کند. فتاح الشیخ عضو العراقیه گفت العراقیه تنظیم پیشنویس قانون شورای ملی سیاست‌های استراتژیک را به پایان رسانده و آن را به مجلس نمایندگان ارائه می‌دهد. بنابر خبر دیگری، العراقیه اعلام کرد برای تعیین پست‌ها و وزیران دولت عراق با مکانیزم محاسبه امتیاز که لیست نوری مالکی آن را اعلام کرده مخالف است و آن را ناعادلانه می‌داند. العراقیه محمد تمیم عضو پارلمان را به عنوان رئیس فراکسیون پارلمانی خود در پارلمان عراق انتخاب کرد. وزارت خارجه آمریکا نسبت به ادامه به هم ریختگی اوضاع امنیتی عراق تا زمان خروج نیروهای آمریکایی در پایان سال 2011 و بعد از آن هشدار داد. در گزارشی که از طرف بازرس کل وزارت خارجه آمریکا تهیه شده آمده است، هیچ منطقه‌ای در عراق نیست که از خطر در امان باشد. دکتر محمد بشار الفیزی سخنگوی هیئت علمای مسلمین عراق مداخلات رژیم ایران در عراق را محکوم کرد و با اشاره به اسناد ویکی‌لیکس گفت این نشانه ها که تازه بارز شدند درست هستند و وجود این دخالت را نشان می دهند. در سال 2007 هیئت علمای مسلمین در بیانیه گفت که رژیم ایران تا بن استخوان در عراق دخالت دارد، ولی آنچه که جدید است این است که اسناد این دخالت توسط آمریکا درس پیدا کرده و بر این دخالت تأکید می‌کند. تلویزیون الحره خبر داد افراد مسلح منزل عبدالاله کاظم سخنگوی طارق الهاشمی از رهبران العراقیه را در بصره با شلیک مستقیم هدف قرار دادند.